مکالمات شرمناک از آدم های بظاهر محترم. به نام خدا و بار سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا میکنیم که تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید و چینل ما را لایک و سابسکرایب نمایید. مکالمات شرمناک از آدم های بظاهر محترم. یک مکالمه صوتی بین اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، و ملاله شنواره در دسترس است. هنوز نشر نشده. منتظر میمانیم که یوناما و امریکا از اسدالله خالد بخواهند که چهره انتخابات را مسخ کرده و در صورت لزوم که مقتضای روشن مردم سالاری است، البته از نظر خاطیان تاریخی، اعتراضات احتمالی مردم علیه دغلبازی انتخابات را به خاک و خون بکشاند. به نقل از صفحات اجتماعی و تلویزیون طلوع، یک اسناد مشاوره رده اول غنی بیرون درس کرد که در یکی از قسمت‌های دستور کارشان نوشته شده بود که پشتون‌های هرات را که پشتو نمیفهمند در ادارات جابجا کنیم و تاجک و ازبک هایی را که به گونه مطلق مطابق خواست ما کار کنند به صورت نمونوی در اداره امور تعیین کنیم تا مردم فکر کنند از هر قوم کسی در این حکومت است. حالا شما بگویید کدام ازبک ها در اداره امور کار میکنند؟ اینها کسانی هستند که به گونه مطلق مطابق خواست فاشیست در مقابل قوم خود کار میکنند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چینل یوتیوب دیلی پرس را سابسکرایب کنید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما دوستان هستیم. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.